همکارم آرش آزمی هم برای بررسی بیشتر موضوع اینجا در استودیو با من هست. آرش اگر موافق باشه از بازار ارز شروع کنیم. اگر که جدول رو ببینیم ظاهرا آرش قیمت دلار دولتی فقط یه افزایش قابل توجهی داشت و همطور که میبینیم شاخصهای دیگه نزولی بودن. بله دقیقا همینطور که مشخصه دلار صرافی ملی نزدیک 490 تومان امروز نرخش بالا رفت، برگشت به کانال 27 هزار تومان، 1.8% رشد. اما در بازار آزاد دلار تا 27.700 هم بالا رفت، اما در نهایت اومد پایین، 27.570 با 30 تومان افت نسبت به روز قبل بسته شد. فاصله دلار صرافی ملی و بازار آزاد رسیده بود به حدود 800 تومان. به نظر امروز صرافی ملی سعی کرد که این فاصله رو بازار کاهش بده، سیاستی که از دوره قبل بانک مرکزی در پیش گرفته شده. بقیه شاخص ها هم میبینیم افتای تقریبا ناچیزی رو داشتن. حواله دلار در سوانین ما تو کانال 23 هزار تومان هست. یورو و حواله درهم هم افت 10 تومانی رو داشتن اگر به تغییرشون نگاه بکنیم. در مجموع در حاشیه بازار ارز کماکان بحث و اخبار زد و نقیزی که از حذف ارز 4200 تومانی میاد بسیار مورد توجه هست، میتونه رو بازار تاثیرگذار باشه. اما رمزارزها هم اگه موافقی نگاهی بهش داشته باشیم، امروز در واقع شیبا اینو که روز قبل خیلی خبرساز شده بود، سود بالای 50% داشت، به دلیل صحبت‌های ایلان ماسک که گفته بود من از این رمز ارز ندارم افت کرد و دوج کوین در ازاش سودی شد. حالا خواهیم دید. بیت کوین رو می‌بینیم، بیت کوین تو 24 ساعت گذشته زیر 60000 دلار هم رفت، اما در مجموع سودی بود، تا 63000 دلار بالا رفت. اتریوم هم پایین‌تر از 4000 دلار هم معامله شد، اما در پایان معاملات روی 4200 دلار بود در آخرین معاملاتی که دیدیم. دوج کوین هم همونطور که گفتم با اون حمایت در واقع نسبی که ایلان ماسک کرد رفت روی 28 سنت، هرچند کمی بعد افت کرد. باش موافقی به بازار طلا هم یه نگاهی داشته باشیم؟ اگر که در جدول ببینیم، بله آرش، اکثر شاخص ها سعودی بودن بجز سکه تمام که گویا تغییری نداشته نسبت به دیروز. خب بله، تو بازار طلا با توجه به اینکه دلار امروز خیلی پرنوسان بود، اونس جهانی برگشت بالای 1800 دلار و قیمت جهانی طلا عملا میتونست سیگنال افزایشی بده که اون رو در مزنده و طلای گرمی میبینیم. اما سکه تقریبا بدون تغییر بود، عمدتا سکه با توجه به حبابی که داره روندش سکه و نیم سکه بعضا متفاوت با سایر شاخص‌های این بازار هست. باش به بورس هم بپردازیم. اگر نقشه بازار رو ببینیم، گویا که اینطور به نظر میرسه اکثرا قرمز پوشه، نظر تو چیه؟ کاملا مشخصه که بازار امروز اکثرا قرمز پوشه. در بعضی گروه‌های در واقع مثل کشاورزی یا ماشین‌آلات، گروه‌های کوچکتر، بعضن نمادهای سبز رنگ رو می‌بینیم. اگر روی جدول هم ببینیم، اعداد و ارقام و شاخص‌ها هم نشون میده جدول بورس رو ببینیم، امروز شاخص‌های اصلی هر دو نزولی بودن. شاخص کل بورس 1.7% افت کرد، کانال 1,400,000 واحدی رو شاخص کل از دست داد. شاخص هموزن هم 2% بیش از شاخص کل حتی افت کرد و همون چیزی که در نقشه دیدیم رو اینجا هم می‌بینیم، فقط 21% بازار مثبت بود و نزدیک به 80% نمادها کاهش قیمت داشتند. این موضوع فروش سنگین اوراق قرضه دولتی در بورس باز هم انتقادهای زیادی رو در بین فعالان این بازار داشته. امروز گفته شد که 90% معاملات بازار سهام مربوط به اوراق بدهی بوده، نرخ سود اوراق خزانه دولتی رسیده به 24% و اون رو فعالای بازار بورس عملاً در واقع رقیب می‌دونند برای سهام و بسیار راجع به این موضوع منتقد هستن، موضوعی که خب با توجه به کسری بودجه دولت انجام میشه. ارزش معاملات خرد هم امروز رسید زیر 4000 میلیارد تومان، کماکان عدم اقبال حقیقی ها به بازار رو میبینیم. صفای فروش حدود 600 میلیارد تومان، از صفای خرید ارزششون بیشتر بوده و خروج پول حقیقی از بازار کماکان ادامه داره، 674 میلیارد تومان حقیقی ها امروز هم از بورس خارج کرد. ممنون آرش، با ما بودی امروز اینجا، همکارم آرش آزرمی.